قبلا خیلی صحبت کرد. خب تخت او سیار بی حمال شد. این داستانی است که به زودی شروع میشه. این سلیمان پشت سرش اون ملکه سبا بلقیس داستان شروع میشه که یکی از ویژگی‌هایی که تو اون داستان هست این که تخت این سبا رو چیز تخت این بلقیس رو گفت که خودش اومد، حالا به یه مکانیزمی بدون حمال اومد. پس کارایی که داره میگه، کارای آن جهانی که در اون بهشت اتفاق میفته، اینطوری بدون علت و بدون کارگزار اتفاق میفته. تخت او سیار بی حمال شد، حلقه و در مطرب و قوال شد. هست در دل زندگی دارالخلود، در زبانم چون نمی آید چه سود. تمام اینایی که عرض کرد دم اینطوری هست و این زندگی در دل مثل دارالخلوده، ولی نمیتونم بگمش من. چطوری بگم؟ تا به زبونم نمیاد، چون بیاد به صورت میاد و به صورت که در اومد دیگه خدا میدونه چه اتفاقی میفته. خب برمیگرده به خط داستان. اینا همش صحبت یک مسجده که گفتم اون مسجد چیه، ما هر کس خودش میدونه و خوده، ولی یه همچین اتفاقاتی توش میفته. ادامه داستان. چون سلیمان در شدی هر بامداد، مسجد اندر بهر ارشاد عباد. در شدی یعنی میرفت بیرون از خونه، هر بامداد میرفت بیرون. برای چی میرفت؟ میرفت در مسجد تا ارشاد کنه عباد رو، بندگان رو. پند دادی گه به گفت و لحن و ساز، گه به فعل اعنی رکوعی یا نماز. پس ایشون که میرفت ارشاد کنه پند میداد، یا حالا چطوری ارشاد میکرد، مولانا میگه گاهی پند میداد به گفت و لحن و ساز، یعنی با صورت. گاهی با عمل پند میداد، گه به فعل. یعنی همون یعنیه، کلمه تعلیل. گاهی به فعل با عمل درس میداد، یعنی با رکوعی یا نماز. رکوع و نماز هم نمادای تسلیم و تعظیم اون قدرت بالاتر، که اون البته نه هر قدرت بالاتر. رکوع یعنی تعظیم کردن جلوی این آگاهی کل. همین که من عقلم محو میشه، محو شدن اولش باید بدونه که او از این بزرگتره، و یه نه محو نمیشه که خیلی هم گردن کشه. بله. پند فعلی خلق را جذابتر، که رسد در جان هر با گوش و که. پس اینجا مولانا میگه وقتی با عملش پند میداد، با فعلش پند میداد، این برای خلق جذابتر بود. چرا؟ چون که اون کار عمل رسد در جان هر با گوش و که. اگه میگفت یکی کر بود نمیشنید، ولی عمل که میکرد دیگه چه کر بود چه گوشدار بود این میدید. اینا اصلا بیرون نیست، یک چیزی بیرون نیست، اینا داره
همه در خود ما هستیم. مولانا داره تأثیر این که تو ما چیزی رو میدونیم و بهش عمل میکنیم یا نمیکنیم رو میگه. این که ما اگه میدونیم یه چیزی رو انگار که میگیم فقط، ولی اون که عمل میکنیم است که به جانمون باید نشسته باشه یا به جانمون میشینه. این همش در ماست این داستان. خب اولا پند فعلی رو به پند گفتنی پس ارجح میدونه در مورد خودمون. اندران یعنی در کار کردن، در عمل کردن، اندران وهم امیری کم بود، در حشم تأثیر آن محکم بود. از جنبه داستانی داره راجب سلیمان میگه، میگه وقتی سلیمان یه کاری رو خودش میکرد توش وهم امیری که من شاهم و شما بنده ای توش نیست. به خاطر همون میگه که در اون کارش وهم امیری چون کمه، در حشم در اون اطرافیان تأثیر آن محکم بود. بله خب فکر کنم بس باشه استاد.